کتاب رسوخ، اثر نیما شهسواری، سنگ زار. مردی بود که زنی زیبا داشت، آنقدر زیبا که وقتی از خانه بیرون می رفت هزاری چشم در تعقیبش بود. رفتن و بودن و ماندنش را نظاره می کرد. مرد به سختی او را تصاحب کرده بود و خودش را صاحب و مالک بر او می دانست و نگاه دیگران را بر او حرام می خواند. معلوم نمی شد تا چه حد آن زن را دوست دارد، بروز نمی داد، اما نگاه کوچکی به زن را از حدقه در می آورد. و زنی که او را دوست داشت، تا این حد داشتن مردی در کنارش که به او توجه کند، در کنارش باشد و دوستش بدارد، برایش لذت بخش بود، مخصوصا در آن اوایل راه که این کارهای مرد برایش به عشق تعبیر می شد و بیشتر از هر چیزی در این دنیا مردانه بودن او را دوست داشت و اینطور همیشه پشتوانه بودنش را. سنگر و پشتبان بودن مرد را می پرستید و لحظه ای دوری از او برایش دیوانه کننده بود. اما هر روز که پیش می رفت مراقبت ها و سایه افکندن ها و مالک بودن ها زن را کلافه می کرد، به وجودش فشار می آورد و تاب و تحملش را بر او سخت می کرد. دوست داشتن مرد را دوست داشت، یک می خواست از دیگر جهات هم خوب باشد، جمله ای بگوید، شعری بخواند، بوسه ای بزند و کمتر او را در این زندان محبوس کند. اما برای مرد دنیا نگهداری از زن بود و او نگهبان ناموس زیبای خیش و راندن آن همه نگاه های هرزه و فکرهای هرزگان دیوانه اش می کرد. نمی دانست چه باید بکند. زن به هر جا می رفت او در تعقیبش بود، یا او را همیشه در کنار خود داشت و یا اگر تنها بیرون می رفت مثل سایه در تعقیبش بود. وای از آن روزی که کسی چیزی می گفت، نگاهی می کرد و مردی که پرخاش می کرد، جامه می درید و چشم از کاسه در می آورد. هر روز و هر روز این میله های زندان را به روی زن تنگتر و تنگتر می کرد. زن در این قفس به حسر آمده بود، از این همه شکهای مرد کلافه بود، وجودش همیشه پر از ترس بود، همیشه مثل سایه مرد را می دید و نمی دانست به هر کرده و نکردهش واقف است. می دانست در این زندان نامرئی به تنگ آمده و توان هیچ حرفی را نداشت، اما با این وجود دوست داشت که مخفی کند، دوست داشت که همه چیز را نگوید و با این کار حس آزادی بیشتری را تجربه می کرد و این بازی دو طرفه آن دو شده بود. زن نمی گفت و مرد مدام در حال جستن بود، تعقیب می کرد و به پیش می رفت، حتی اگر خودش هم نبود دیگرانی را می گماشت تا پرنده از قفس پر نزند. این زندگی پر از شک در دل مرد هر روز شعله ورتر می شد، زبانه می کشید و می سوزاند. تمام عشق و دوست داشتن را، تمام آسایش و آرامششان را می سوزاند و در پیش بود. از چندی قبل زن به خواهرش قول داده بود که برای تمیزکاری خانهش روزی به کمک او برود و هر بار نمی توانست این کار را بکند. هر بار به شوهر می گفت عذر و بهانه ای پیش می آمد و اتفاق به عقب می افتاد و آن شک و آن حصار نامرئی و مرئی مرد باعث شده بود که زن دیگر حقیقت را نگوید و هر چیز را از دیده او مخفی نگاه دارد. سرآخر بیرون رفت تا به خانه خواهر برسد، اما به شوهرش واقعیت نگفت و هزار عذر و بهانه این طریقت را پیش گرفت و به پیش رفت. به خانه خواهر کسی نبود، اهل خانه بیرون رفتند و او بی هیچ خبری یک بار رفت تا این مسئولیت از شانه بردارد و قال این مقاله را تمام کند. به خانه خواهر رفت و مشغول تمیز کردن شد. این بار شماری به کمینش نشسته بودند، مرد که خود نبود و جانشینهایش را به تعقیب زنگ و ماشته بود. آنها رفتند و او را به نظاره نشستند. جز آنها دیگری هم بود که به طول زمانی دراز داشتن زن را به دل وعده کرده بود.
او که سالیان دراز در انتظار زن نشسته بود تا روزی او را به چنگ آورد و مالک به جانش شود، تعقیب می کرد، راه رفتنش را نظاره می کرد و در دلش غوغایی به پا می شد. هر روز این وصال را به خویشتن مژده می داد. شوهر زن چند بار او را دیده بود و جامه‌اش را هم دریده بود. حال خانه ای دید و زنی که هیچ در آن نیست و روز وصالش در همان چهار دیواری خالی و میان همان دخمه بود. پس به پیش رفت تا کار را یک سره کند و به مژده‌های همیشگیش جامه عمل بپوشاند. به خانه بود و در برابر زن. چندی طول نکشید که به او نزدیک شد. در چشم برهم زدنی زن را مدهوش و بیجان کرد و به زمین انداخت و هیچ از او باقی نگذاشت. نه یارای تکان خوردن داشت، نه فریاد زدن و دفاع کردن. بیهوش افتاده بود و هیچ از این دنیا نمی فهمید و مردی که حریص به طول سالیان این منزل را انتظار کشیده و این جان را مزه کرده و زیر دندان چشیده است. بدنش را بو می کشید. از شام تا صبح میان خواب و بیداری به وصالش می رسید و حال جان بی جان در برابرش بود. می درید و پاره می کرد. بر او چنگ می انداخت و سلاخی می کرد. وصالش در پیش بود. شب زفاف با مرده بی جان. جانش را تکه تکه کرد. خون می خواست. زن تکانی نمی خورد و آرام مرده بود. به دنیا نبود و جان بی جان او را می درید و پیش می رفت. خودش چنگ می زد و می انداخت. زن مرده بود، بی حرکت مانده بود، لیک او به زن تکان می داد و عشق را به نوش خیشتن می خواند و به ذهن زن تکان می خورد و بر لذتش می افسود و لذت می خورد. جسم دریده را باقی گذاشت تا باقی لاشخاران هم بخورند و لذت برند. از آنجا دور شد و نگهبانان و تعقیب کنندگان دیدند آمدن و رفتن او را و حال زمان بازگویی ماجرا بود. باید به شوهرش خبر می دادند که چگونه زنش به خانه ای آمده متروک که کسی در آنجا نبود و صدایی نمی آمد و کمی بعدتر غریبه‌ای رفت و ساعتی دیگر سرمست بیرون آمد. قدرت گفتن این قصه را نداشتند و ساعتها با هم کلنجار رفتند تا یکی راضی شد ماوقع را برای ارباب تعریف کند و مردی که می شنید و به او می گفتند. او خاموش مانده بود. پاسخ تمام شکهایش را به یقین شنید و خیانت کرد. آرام نشست و در خود آب شد، خاکستر شد، سوخته بود، فریاد می‌زد که شک‌هایش یقین بودند، خیانت را دیده بود و پاسخ تمام اعتماد سالیانش را چشیده بود. اعتمادی که خودش نمی‌دانست چگونه شکل گرفته و حال خودش را احمق فرض می‌کرد و مظلوم ترین انسان‌ها. حال خودش را می دید که چگونه دست و پا بسته به شراره های آتشین زن شیطانی سوخته و هرچه داشته را به باد داده است. ناموس و غیرتش را می دید که می سوزند و جانش برون می آمد. فریاد می زد، واقع بود، راست بود و همه خیانت زنی بود که بدکاره بود و هرزه تن. و زنی که بیدار شد، مرده بود، زنده شد، دوباره از خاک سر برآورد و از اعماق خاک نگاهی به بالا کرد. تنش را دریده بودند. هیچ چیزی به خاطرش نمی آمد. نمی دانست چه شده، ولی می دانست که چیزی شده و این چیز به عمق ندانسته هایش طول و عرض داشت. از جای برخاست، از خاک بیرون شده بود. یک باره مرده بود، نه دوبار مرده بود. هر چند بار که مرده بود دوباره زنده شد. حال برزخ در انتظارش بود، دوزخ و آتش در یک سو و بهشت و آسایشش در سوی دیگر، اما حال در برزخ بود. قاتلش این جنازه را به خاک نهاده تا لاشخواران از گوشتش بخورند. و چرا از جای برخاست؟ چرا سر از خاک برون آورد؟
چه فرجامی در انتظارش بود. مردی که دیوانوار به این سو و آن سو می رفت، خودش را سلاخی شده می دید، دست و پا بسته به قربانگاه برده بودنش، آب نداده غیرتش را ذب کردند و حال از خونش به او خوراندند تا سرآخر بر یقین در خیانت قربانیش کنند. تصویر زن بدکار مدام در برابرش رژه می رفت، به رویش می خندید، به غیرت لگدمال شدهش قهقهه می زد. یقین را شک و شک را یقین قلمداد می کرد که وقتی خیانت می کرد نیشخندی به او زده و اذن بریدن سر می داد و او خونش را به زمین می دید و حال باید برخیزد و کاری بکند. باید حق خیشتن را از این خیانتکار باز پس گیرد و باید یقینش را به عمل بدل سازد. راه را در پیش گرفت، تهمانده غیرت را به همت بست و در پیش رفت تا حقش از محکمه و دادگاه بستاند. از طریقت و شریعتی که در برابرش است باز پس گیرد. داد می ستانند، داد مظلومان از ظالمان خواهند گرفت و این قربانی خیانت باید که فریاد می زد، باید جنگ می کرد و خائنان را به اشد مجازات می رساند و در پیش محکمه یقینش را می خواند و خواند. قاضی می شنید حرفا و شکها و ناموس از دست رفته را، غیرت لگدمال شده همه را می شنید و به کلام قدسی رجوع می کرد، می خواند و کسب تکلیف می کرد. اما این همه گفتنها چه سود؟ باید شاهد این مدعا را ثابت کند، باید زن به محکمه بیاید و خیشتن حرف بزند که این شریعت شریعت عدل است. این حدودی است نازل شده از حلول قدسی برای نظم دادن به جهان و باید در آن تمامی اوامر و دستورات راستین پیش رود. باید حقی از کسی زایل نشود. و زنی که به دادگاه بود، دستانش بسته، پاهایش بسته آزاد، اما در گوشه نشسته بود، متهم بود و اتهام در برابرش، شک مرد یقین بود و حال باید این اتهام به جرم در برابر قاضی بدل می شد. از پرسیدن خاموش بود، هیچ نمی گفت، چه بگوید؟ یک بار کشتنش، یک بار ساکت بود و حال زنده شده باز هم ساکت بود. او حرفی نزد، اما نگهبانان گفتند، دیدند که چگونه به خلوتگاهی رفته و آن دو مرد عاقل و بالغ و دیندار همه چیز را دیدند که چگونه غریبه‌ای به خلوتگاه رفت، چگونه پس از مدتی سرمست بیرون آمد و چگونه شک شوهر یقین بود و فریاد نمی زد. این هرزه تقاصش مرگ است. زن آرام نشسته بود، هیچ نمی فهمید، شاید اصلا هم نمی شنید. باز هم مرده بود، شاید همان روز مرد و دیگر به دنیا باز نگشت. هنوز از خاک سر بر نیاورده و شاید به برزخ کسی حرف نمی زد و اجازه سخن گفتن نداشت. سکوت. اما بانی هم رسید، او را هم آوردند. دریده بود، جان گرفته بود و کشته بود، نه یک بار که دو بار. اما به دورش مقربان می گفتند و می شنید. صحابی و حواری به گوشش خوانده بود که چگونه متجاوزین به دار آویخته شدند و چگونه جوخه و تنابی در برابر اوست. شاید از این مهلکه جان سالم به در ببری و شاید. بی پروا به سخن آمد، گفت از روابط پنهانشان، از تمام شکهای یقین بوده ی آن همسر، از آن همه دلبری ها یا آن زن، از شیطان بودن زنان و آن سیب و آن میوه ممنوعه، از نخستین گناه آدمی که باز هم از زنان بود، از خام کردنش، از آن خانه، از آن همخوابگی و از آن فریب. زن می شنید و خاموش بود، او را کشته بودند. شوهرش مرد بود، بانی مرد بود، نگهبانان مرد بودند، قاضی مرد بود و خدا هم مرد بود یا مرده بود. همه مرده بودند و او زن بود. فقط می شنید،
مرده که حرف نمی زند. آن هم مرده ای که دو بار بیشتر او را کشتند. مرده می میرد و خاموش می ماند و حال به جهان برزخ بیدار شده، حق دفاع نخواهد داشت. تنها مسکوت می ماند تا بزرگ مرتبه حکم کند و او گردن کچ کند و در ادامه تن در عذاب بدهد. بسوزد و زنده شود و تنها امیدش به بزرگواری آنهاست تا شاید او را ببخشند. به برزخ نه کسی حرف نمی زند و زن هم خاموش ماند. سرآخر حکم به دست گرفت. قاضی خوانده بود و خدا پیشترها رخصانده بود. جهنم در پیش روی اوست، اما بر زمین و در همین سنگلاخ‌ها و فرشتگان عذاب آدمیانند. عذاب در پیش روست، سنگسار باید علم شود، باید محیطی تدارک ببینند تا کیفر هرزگان دهند، باید خیانتکاران را بدرند و باز هم بدرند و باز هم بمیرانند و دوزخ زمین است، برزخ زمین است و آسمان افسانه ای دور. او را به میدان چال کردند تا دستهایش زیر خاک بود، تکان هم نمیتوانست که بخورد. تنها سرش و بخشی از اندامش بیرون بود و جماعتی که دورش کردند فرشتگان عذابند. آنها از فرشتگان بالاترند، بزرگترند، آنها اشرف مخلوقاتند، آنها بزرگ و خلیفه خدا بر زمینند. باید دستور اجابت کنند، باید تقاص مجرمان، زناکاران و هرزگان دهند. سنگ به دست گرفتند، نخستش عابد به پیش آمد، نجواهایی کرد، ذکر گفت، نامها را خواند، نام خدا را هم چند بار گفت و زن آرام و بی صدا مرده بود. مرده بود از درون، روح و دل و فکرش مرده بود و به جسم جان داشت تا وعده ها عملی سازند، راستی به پا شود. مردی که شک را یقین پنداش، سنگ بر دست اولین ضربه را زد. سنگ پیش رفت و دهان زن را پاره کرد. آخر از آن کلامی بیرون نیامده بود، حرفی نزده بود، اما باز هم لایق به سنگ بود. باید که دریده می شد، باید دوخته می شد. برخاستند فرشتگان و اشرف مخلوقات، سنگ به دست گرفتند تا خیشتن بکشند، وجدان بدرند، زندگی بسوزانند و درس وحشیگری و بردگی دهند. زن سوزانده شد و آتش گرفت، زن سوخت و آتش گرفت. سنگ ها یکی پس از دیگری پیش رفت و جان و تنش را برید، صورتش را شکافت، پیشانیش را خورد کرد، جانش را حفظ کرد و به تو رفت. زن سرش بی حال به این سو و آن سو می رفت و آدمیان می زدند و آرام نمی ماندند. کودکان می دیدند، انسان ها دیدند که انسانیت مرد و سوخت و خوی وحشیگری را خوی خیش پنداشت. خون دید و تشنه به خون شد، از کشتن لذت برد، اسباب تفریحش مرگ شد، به آزار خو گرفت، آزار بخشی از قانونش شد. قانون مرگ بود، درد بود و رنج بود. در این دیوانگی ها هنجره فرود آورد، از آن شد درونش رفت و به تار و پودش نشست. زن چند بار مرده بود و باید که زنده شد و دوباره مرد و زنده. باید که رنج بکشد، فرود سنگ ها را به جان می خرید، درد می کشید، چشمش ضربه خورد، سنگ خورد و دیگر ندید. چند سباهی بود که فریاد می زد، تقاضا می کرد، التماس می کرد، زجه می زد، مرا بسوزانید تا نبینم این دیوانگی ها را، نبینم این گونه شدنتان را، هیچگاه به خاطر نسپارم. چشم از حدقه بیرون زد،
باز بود، لیک دیگر ندید، اشک هم نریخت، فقط دیگر ندید و آرام شد. دیگر این دیوانگی ها را به نظاره ننشسته، ولی وای و صدها مصیبت بر جان آن سنگ، آن سنگ چه کشید، چه ها دید، به دستان چه دیوانگانی پرد شد، جان را درید، خون نشاند و زخم ساخت. دید آدمیان چگونه دیوانه شده اند، دید چگونه خیشتن و دنیایشان را سوزاندند و به طول هزاران سال با این دیوانگی ها هر روز دیوانگی ها را بیشتر و بیشتر رواج دادند. همه را دید، گذشتهشان را دید، خیلی عمر داشت، سالیان بسیاری است که با آدمیان زیسته و از همه چیزشان مطلع است، می داند چه ها کردند، می کنند و خواهند کرد. می دانست از پس این وحشیگری چه وحشیانی به دنیا در می آیند و به دست چه بانیانی بوده و جان از چه بی جانانی رو بودند و وا که همه را به چشم ریخت و سوخت و ساخت و دیوانه شد. حرف نزد، عشق ریخت، زار زد، به درازای تمام سالهای زندگی آدمیان، تمام دیوانگیها، وحشیگریها، بدبختیها، به حال فلاکتبارشان عشق ریخت و زار زد. زار زد به حال تمام مظلومان، به حال تمام ظالمان، به حال خدا هم گریه کرد. سنگ زار پیش رفت و خواست که نباشد، لیکن بود و باید که بود، چون سنگ سفت ماند، لیک ساکن نماند و برای رهایی خیش دنیای ظالمان و مظلومان فریاد زد.